بیستم اسفند 64 سال از کشتن کسروی می گذرد. 8 تن از اعضای گروه نوبنیاد فداییان اسلام این پژوهشگر برجسته ایرانی را به بهانه الحاد و دشمنی با تشیع و اهانت به امام جعفر صادق در روز روشن در دفتر بازپرس در کاخ دادگستری با سلاح‌های گرم و سرد و در حالی که فریاد الله اکبر برمی‌داشتند به همراه منشی جوانش حدادپور به قتل رساندند. اجازه بدهید در باب زندگی نامه او علت تصمیم فدایان اسلام به قتل او و همچنین درباره آثار پژوهشی او گفتگو کنیم با آقای محمد امینی. چند لحظه جناب آقای محمد امینی، درود بر شما، شبتون خوش. درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما. آقای امینی عزیز، بفهمید که کسروی چگونه کشته شد؟ یعنی این 8 تن اعضای گروه فدایان اسلام با چه تصمیمی، از چه منشئی و چگونه به درون دادگستری راه یافتند و او رو به قتل رسوندند؟ بله، اتفاقا برحال به خاطر اینکه ما الان تقریبا میشه گفت 2 روز هستش مانده به 64مین سالگرد کشته شدن احمد کسروی، بازگشت به اون دوران بسیار جالب است. فدایان اسلام در همون سال کشته شدن احمد کسروی اصولا شک گرفته بودند، به این معنا که آقای نواب صفوی که اسمش البته بوده مجتبی میرلوحی و بعد از اینکه یه سفر 7-8 ماهه میرود به نجف که البته بعدها به دروغ گفتند که 5 سالی رو در نجف درس خوانده، اسمش رو عوض میکنه و اسم دایی خودش رو خودش میگذاره و معروف میشود به نواب صفوی. او در اردیبهشت سال 1124 قصد کشتن کسروی رو میکنه. ادعام این است که فتوای کسانی رو با خودش داشته که البته بنده این رو باور ندارم، اگر فرصت کردیم به اون میپردازم. و بعد از اینکه موفق به کشتن کسروی نمیشه و کسروی مجروح میشه در این ماجرا، نواب صفوی رو دستگیر میکنن و با برحال پادرمیانی بازرگانی به نام اسکویی که از نزدیکان سید ضیاءالدین طباطبایی بوده و پاره ای از روحانیون، برحال او آزاد میشه و به خراسان میره و بعد از مدتی سر از نجف در میاره و دوباره بر میگرده به ایران. وقتی بر میگرده به ایران به فکر ایجاد فدایان اسلام میفته. فدایان اسلام که به وجود میآیند، گروهی از اونها 8 نفر داوطلب میشوند یا مسئول میشوند از سوی اونها که 2 نفر از اونها برادران امامی هستند و میروند به کاخ دادگستری. دورانی بوده که کسروی رو علیه او عرض حال داده بودند، به دادگاه برده بودند. یه گروهی از جریانهای اسلامی اون زمان از نیروهایی که مخالف برار کارهای کسروی بودند او رو به دادگاه برده بودند و این که اصولا اونها اطلاع پیدا میکنند که جلسه بازپرسی در چه ساعتی صورت میگیره، خودش از رمزهای نافته روزگار هست که در اون دوران به حال خیلی از این مسائل درز می‌کرده و در اختیار کسانی که نباید قرار گرفته او رو در کاخ دادگستری با سلاح گرم و سرد کشتند در 20 اسفند 1324. اون 8 تن 2 نفرشون برادران امامی بودن، بقیه هم مشهورن؟ اسامی اونها در دست هست ولی اونقدرها شخصیت‌های شناخته شده نیستند. ولی اصولاً در مورد گروهی که فدایان اسلام خوانده میشوند، اینها در واقع یک جریان بسیار تندروی مذهبی ولی در این حال جمعی از لادهای دوران بودند. این که میگویم لادهای دوران، این رو بر اساس اتهام نمیگویم. آقای حاج مهدی عراقی کسی است که از رهبران این جریان محسوب میشده و در دوران آخر زندان در سالهای 29-30 به دلیل همکاری یا اتهام اینکه برخی از رهبران فدایان اسلام گویا رفت و آمد داشتن با سید ضیاء، یعنی یکی از آدم های اصلی نفر دوم این دسته،
با سید ضیاءالدین طباطبایی رابطه داشته، از اونها جدا شده، در خاطراتی که در نوار آورده در دورانی که آقای خمینی در نفل شاتو بوده و او هم رفته بوده به پاریس و همراه آقای خمینی به ایران می آید و یکی از بلند پایه ترین اعضای شورای انقلاب می شود و آدمی است که از جمعیت مؤتلفه بوده، در کشتن منصور هم نقش داشته، در خاطرات خودش اونجا گفته که این جمله رو می خونم، میگه که سید مجتبی میرلوحی وقتی از زندان بیرون می آید به فکر این می افتد که یک محفلی، یک سازمانی، یک گروهی، یک جمعیتی را به وجود بیاورد برای مبارزه. این فکر به نظرش می آید که از وجود افرادی باید استفاده بکنم که تا الان این افراد مخل آسایش محلات بودند، مثل اوباش ها که توی محلات هستند، گردن کلوفت ها، لات ها، به حساب آنها که عربد کش های محلات بودند. اینها بودند دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند که خود ایشون هم یکی از اونها هست. البته این رو کی نوشته؟ این آقای عراقی گفته، این رو در مصاحبه هایی که در پاریس انجام داده و بعدن در کتاب ناگفته ها منتشر شده که البته بخشای از اون رو هم حذف کردن، ولی خوشبختانه من اون نوارهای اصلی رو در اختیار دارم. ایشون اونجا در واقع با افتخار در مورد فدایان اسلام که میگفته که خود او هم یکی از اون آدمها بوده، گفته که بله به حساب آنها که عربدکش های محلات بودند، اینها بودند دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند. اکثر آنها مرحله اول، البته باید اضافه کنم که تا آخر، از این جور افراد بودند. بعد اضافه میکنه میگه که این دوره‌ای که ما شروع کردیم به این کارها، آقای نواب و همه دوستان به این نتیجه رسیدیم که چاقوکشی دیگر دورهش تمام شده، حالا دیگر دوره هفت‌تیرکشی است. این طرز تفکر کسانی بوده در اون دوران که با فکر بنیادگرای دینی نخستین قربانی خودش رو در وجود شخصیتی مانند سید احمد کسروی، پژوهشگر و نظریه پرداز و نویسنده برجسته تاریخ ایران میابند. آقای امینی، مجتبی میرلوحی یعنی نواب صفوی در قتل کسروی، یعنی در کوشش دوم که به نتیجه میرسه، هیچ دست نداشته؟ 100%. ایشان رهبر گروه فدایان اسلام بوده. نه، حضور داشته در اون جلسه؟ در اونجا حضور نداشته، خیر. و طوری تنظیم کرده بودند که او رو در واقع بیگناه نشان بدهند که نتوانن رو بگیرن، چون گروه درست شده بوده و این گروه که از همین لات ها و باش و یه مش جوانهای 16-17 ساله، حد اکثر 21-22 ساله و چند تن از بازاریان بسیار بسیار تندرو و افرادی که خیلی نزدیک بودن اتفاقا با کسانی که کمک میکنند و حزب اراده ملی آقای سید ضیاءالدین طباطبایی رو که موقعی مصلح اجتماعی بوده و بشارت یا وعده تمدن جدید و نوآوری در 1299-1300 به مردم ایران میداده، با اون نزدیک بودند. این گروه که درست میشود، خود مجتبی میرلوحی یا نواب صفوی رو کوشش میکنند که از اون دایره اصلی کشندگان کسروی کنار بگذارند و نشان بدهند که او در واقع در این کار دست نداره. البته ماجرای کشتن او رو که به فتوای علما نسبت میدهند، ماجرای بسیار بسیار نادرستی است که به هیچ وجه با پیشینه های تاریخی و اسناد ارتباطی نداره. این که آیا تصمیم خودشون بوده یا دست های دیگری در کار بوده یا زمینه رو میخواستن فراهم کنند که نامشون بر سر زبان ها بیفته، کاری که خود نواب صفوی در اون زمان میکند، کار نمیتواند صرفا فردی بوده باشد. یک مقدار اگر به تاریخ اون زمان بازگردیم، نواب صفوی در 1121 از مدرسه آلمانی ها فارغ التحصیل میشه. مدرسه صنعتی آلمانی؟ مدرسه صنعتی آلمانی ها، بله، در اون دوره بوده. از اونجا فارغ التحصیل میشه، بعد میرود و کار میگیرد در شرکت نفت. اسمش هم اون زمان بر اساس اسنادی که موجود هستش و سند فارغ التحصیلی اون رو نشون میده، هنوز اسمش بوده مجتبی میرلوحی که اسم فامیل پدرش هست. دایی او نواب صفوی است. نایی او فردی است به نام نواب صفوی که از قضات سکولار دادگستری ایران بوده و اون زمان درگذشته بوده. ایشان میرود در شرکت نفت، مدتی هم در شرکت نفت کار میکرده و در اوائل سال 1323 به دلایلی که خیلی بر ما روشن نیست،
به بصره می رود و از بصره می رود به نجف. می دانیم که در حدود اسفند 1323 بار دیگر برگشته به آبادان، بنابراین روی هم رفته 6-7 ماه این آدم در نجف بوده و کسانی که با فرایندهای درس دینی خواندن آشنا باشند می دانند که این آدم حتی به مرحله های آغازین درس داخل هم نرسیده بوده، یعنی لمعه دمشقی هم هنوز تمام نکرده بوده تا چه برسه به کتاب های خارج و فلسفه و غیره، بنابراین هیچ درس دینی درستی نخوانده بوده، پیشینه آگاهیش هم با زبان عربی بسیار بسیار محدود بوده، در همون حدی بوده که بیشتر دانش آموزان دبستان های ایران زبان عربی یاد می گرفتن یا درس قرآن در مسجد محل خانیاباد که زادگاه بوده یاد می گرفتند. برمیگرده در اسفند ماه به ایران و در اردیبهشت اون سال کسروی رو کوشش میکنه در نزدیک خیابون حشمت دوله، همون جایی که منزل کسروی بوده، ترور بکنه که ناموفق میشه. خیلی ها بعدها گفتند که او فتوا داشته، فتوا از سوی روحانیونی داشته، مثلا میگوین که فتوا داشته از سوی استبوالحسن اصفهانی، این رو پدر آقای ابتهی، همین آقای ابتهی جریان اصلاح طلب مطرح کرده که خب دروغ هست، یعنی اصلا نمیتوانه او فتوایی در این زمینه داده باشه، یعنی کسانی که با سلسله مراتب دینی آشنا باشن میدانن که یک طلبه 4-5 ماهی که هنوز تازه عمامه به سرش کرده و شاید هم حتی عمامش هم عمامه تازه طلبگی بوده، او نمیتوانسته اصلا به دیدن بزرگترین مرجع تقلید 20 سال گذشته اون زمان برود که از او فتوا بگیرد که بیاید و مثلا کسروی رو بکشد. بگذاریم که این استبوالحسن اصفهانی و دیگر روحانیون اون زمان اصلا اهل فتوا برای کشتن و مقابله با هیچ کس حتی در مورد مسائلی مانند تغییر اوقاف در ایران، در مورد حجاب در ایران، در مورد هیچ مسئله ای نبودند. باز میگویند که نام 3 نفر یا 4 نفر دیگه از روحانیون برجسته نجف رو میآورند که اونها در واقع به این طلبه تازه پا فتوا داده بودند که به ایران بیاید. بعضی ها میگویند که علامه امینی این کارو کرده که من با گفتگوهایی که از جمله با بازماندگان او کردم، از جمله نوشتهایی که از همین آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه پیشین ایران باقی مانده، گواه بر این است که اون علامه امینی حتی به این آقای نواب صفوی گفته بوده که برو تو درس بخوان به جای این کارها، یعنی از او پرسیده بوده چه بکنم، گفته برو درس بخوان. میگویند که فتوا گرفته، فتوا در پاسخ به یک استفتا، به یک سوال دینی است و معمولا کتبی است و اگر همچنین بوده باشد، یعنی اگر فتوایی در کار بوده باشد، این حرفای بعدی که میگویند او آمده به ایران و رفته به منزل کسروی و به اون کلوبی که کسروی جمعیتی داشته و در اونجا گفتگوهایی میکرده، سعی کرده که با او رو قانع بکنه، با موضوع فتوا خانایی نداره، چون فتوای محدور و دم بودن و کشتن از سوی یک فقیه شیعه قابل پرسش نیست از سوی مقلد. او باید برود این کار رو انجام بدهد، دیگه نمیتواند شک و تردید بکند و از 4-5 نفر دیگرم صحت و سقم این موضوع رو بخواهد. و بنابراین اینها دروغ است، یعنی فتوایی در کار نبوده، دستهایی در کار بوده، منفعتهایی در کار بوده و کشتن کسروی در واقع آغازی بوده بر یک جریان بنیادگرایی دینی که میتوان گفت گمان میکردیم که با اعدام شیخ فضل‌الله نوری و شکست مشروع طلبان در جریان مشروطه دورانش به پایان رسیده، ولی دوباره در اون دوران سر بلند کرده و بالاخره در انقلاب 57 به قدرت رسیده. آقای امینی بفرمایید که کسروی که بود و چه جایگاهی در جامعه آن روزی ایران داشت، یعنی به این معنا که چرا او رو در واقع اصلا هدف قرار دادن. نتیجه همینه. بله بله، کسروی، سید احمد کسروی به داوری من، اگر شما به تاریخ 150 ساله گذشته مدرنیته ایران نگاه کنید، یکی از ستاره های بسیار پرفروغ، بسیار برجسته اندیشه و پژوهش در تاریخ ما به شمار می آید، یعنی انسانی است که بیگمان نابغه‌ای بوده است،
با خطاهای بسیار، با کجروی هایی که در برحال هر انسان نابغهی، در هر انسان ویژهی میتوان یافت، فردی است که خودآموخته بوده، یعنی مدرسه جز مدرسه دینی نرفته بوده و از یک خانواده بسیار مذهبی و بسیار تهی‌دست برخواسته بوده و به جایگاهی در سپهر دانش و سپهر پژوهش در ایران میرسد که میتوان گفت اگر ما 5 تن بخواهیم پژوهشگر برجسته تاریخ ایران رو نام ببریم، کسروی بیگمان در کانون اونها قرار داره. در سال 1269 خورشیدی در محله ای از شهر تبریز که در بیرون شهر تبریز بوده در اون زمان، الان دیگه در داخل شهر تبریز است، به نام حکم‌آوار، یا بعضی ها میگویند که این حکم‌آباد بوده که بعد به تدریج به حکم‌آوار تبدیل شده، به دنیا آمده. پدر و نیاکانش همه ملایان و نمازگزاران مسجدی بودند که در همون حکم‌آوار بوده. پدرش البته از ملایی کناره گرفته به بازرگانی میپرداخته، در 11 سالگی پدر خودش رو از دست داده و مجبور شده درس خوندن رو کنار بگذاره و این رو در زندگانی من به زیبایی توضیح میده و برود برای سرپرستی خانواده کار بکند. و با وجود این در حدود 16-17 سالگی با اینکه کار میکرده، کار در یک محل قالی بافی کار میکرده و کارهای از این دست و بازرگانی میکرده، باز میگردد به درس خوندن و به خاطر نبوغی که داشته در کوتاه زمانی دوباره درس ملایی رو به پایان میرسانه و در همون دوران میتوان گفت که زبان عربی رو بهتر از اعراب حجاز و قاهره یاد میگیره. تا پیش کی یاد گرفته که اینقدر زبان عربیش پیش رفته؟ اونجور که در خاطرات خودش هم میگوید هیچ معلمی در اون دوران نبوده که بتواند به راستی عربی به او بیاموزد. به خودش درس داده، یعنی کلاس میرفته، ولی فردی بوده که بعد از اینکه تمام اون آخوندها و ملایانی که در اون دوره در مکتبخانه های اون زمان تبریز بودن رو دیده بوده، زبان عربی اون از اونها چیره شده و اصلا اولین کتابی که او نوشته کتابی است به عربی به نام النجمت الدریه، یعنی تک ستاره درخشان، که به یا خلاصت النحو که به عربی نوشته. اینها کتاب‌های برای درس دادن به عربی بوده. اصلا کتابی نوشته، این رو برای نشانه نبوغ بگویم و چیرگیش بر زبان، این رو در نوجوانی نوشته؟ در جوانی نوشته، در دوران 22 سالگی 23 سالگی نوشته. ببینید کسروی موقعی که فرمان مشروطه صادر می شود 16 سال بیش نداشته. در رویدادهای آذربایجان، در قیام مردم آذربایجان در برابر استبداد و خودکامگی محمد علی شاه 17-18 ساله بوده. از همون زمان درگیر سیاست می شود و خاطرات خودش رو از جریان آذربایجان، از 18 سال تاریخ آذربایجان، یعنی از مشروطه آذربایجان تا قیام خیابانی، موقعی که بعد از 30 سال به تهران آمده بوده، در 30 سالگی به تهران آمده بوده و وارد استیناف دستگاه عدلیه شده بوده و در دماوند، در دستگاه استیناف دماوند در سال 1302 بوده، خاطرات خودش رو در مورد انقلاب مشروطه و آذربایجان به عربی می نویسه و در مجله العرفان شهر سیدای لبنان در چند شماره اون چاپ می شود و حدود 15 سال بعد از اون است که او دوباره بر می گردد و اون نوشته عربی خودش رو با تغییرات بسیاری به زبان فارسی به نام تاریخ 18 ساله آذربایجان به عنوان جلد سوم تاریخ مشروطه منتشر می کند. یکی از ارزنده ترین کارهای پژوهشی در مورد آذربایجان در دوران مشروطه و پس از آن است و نشان در لبنان از چنین شهرتی داشته که آثار او رو منتشر میکردن، نوشتش رو فرستاده به اونجا و اونها چاپ کردن و اینقدر قلم او از نظر عربی قوی بوده که در بیروت، دانشگاه آمریکایی بیروت از او دعوت میکنه بدونی که بدانند که او چه کسی است، که بیاید به لبنان و درس عربی بدهد به کسانی که میخواهند عربی یاد بگیرند. این انسان بسیار توانایی بوده، کسی بوده که زبان انگلیسی رو در تبریز در حد مهارت کامل یاد میگیره، میرود در همون دوران 30 سال نخست زندگی خودش که در آذربایجان میزیسته
سفری که به قفقاز میکنه و سپس به روسیه، زبان کهن ارمنی و زبان نوین ارمنی رو یاد میگیره و با آشنایی با زبان ارمنی است که در واقع میتواند پژوهش‌هایی بکند و کتاب بسیار بسیار ارزنده‌ای رو که یکی از مهمترین کارهای پژوهشی اوست که میتوان گفت شهرت برای او ایجاد میکند به نام شهریاران گمنام رو بر اساس منابع ارمنی مینویسد که هیچ کس تا اون زمان دسترسی به اونها رو نداشته و این انسان خودش زبان ارمنی رو به خودش یاد میدهد. به زبان روسی آشنا بوده، با زبان اسپرانتو آشنا می شود، سالهای پس از آن وقتی که به خوزستان در دوران عدلیه می رود زبان شوشتری و زبان دسفولی رو یاد می گیرد یا نیم زبانهای اون دوره رو، و کتاب تاریخ 500 ساله خوزستان رو بر اساس آشنایی با این زبان تهیه می کند و به دلیل آشنایی باز با این زبان و گفتگو با اهالی اون منطقه تاریخ مشعشعیان رو می نویسد. باز در همین دوران هست که به خاطر آشنایی با زبانها و نیم زبانهای بومی در ایران کتابی می نویسد به نام دیها و شهرهای ایران که نام حدود 8000 شهر و دیه ایران رو از تاریخ تنظیم میکنه و اینها دورانی نیست که کامپیوتر وجود داشته باشه و او دستیاری رو داشته باشه و که فیش پژوهشی بنویسد. اینها رو بر اساس پژوهش ها و خاطره خودش تهیه میکنه و در تمام این دوران تاریخ بین یعنی 12 سالی که به تهران میاد از 1300 تا 1312 در این حال که در دادگستری بوده، در عدلیه اون زمان بوده و انسان بسیار بسیار پاکی محسوب می شده در عدلیه و به نظر من خواندن خاطرات او به نام 10 سال در عدلیه بسیار بسیار ارزنده است. او کارهای پژوهشی بسیار ارزنده‌ای می کنه و نامش اساساً به خاطر کتاب شهریاران گمنام و پیش از اون نوشته‌ای که در مجله نوبهار، مجله‌ای که ملک الشعرای بهار اون رو بیرون میداده و در واقع میتوان گفت کانون ادیبان در جامعه ایران بوده، در مورد پیشینه شیخ صفی، یعنی شیخ صفی و تبارش، همونی که بعدها تبدیل به کتاب میکند به نام دروغ پردازی های مربوط به شیخ صفی و تبارش، او رو مشهور میکنه. البته کتابی که او رو بر سر زبان ها میاندازه در سال 1303 نوشته کتابی است در حوزه زبان به نام آذری، زبان باستان مردم آذربایجان یا زبان باستان آذربایجان، که وقتی این کتاب 55 صفحه بیشتر نیست به چاپ میرسد، یک گنجینه است از دانش که البته بسیاری امروز از زبانشناسان ایرادهای منطقی به اون دارن، ولی به هر حال دریچه‌ای رو در این کتاب میگشاید که تفاوت ایجاد بکند میان زبان آذری و زبان ترکی و حتی نقد میکند به کسانی که میگفتند که مغولان هستند که زبان مردم آذربایجان رو ترکی کردند، ولی برمیگردد به ریشه زبان تاتی و زبان آذری و ورود زبان ترکی رو در اونجا توضیح میدهد و واژگان زبان آذری رو در زبان ترکی آذربایجانی برمیشمارد و میگوید که زبان مردم آذربایجان زبان ترکی آذری است و نه زبان ترکی استانبولی، و خیلی زیباست این کار. و زبان این کتاب او رو در جهان مشهور میکنه، چون کتاب رو یکی از ایرانیان باشنده لندن میبرد و به آکادمی پادشاهی آسیایی انگلستان میدهد و این کتاب رو میپذیرند و او رو بدون اینکه دیده باشند و بدون اینکه دکترا داشته باشد به عضویت دائمی این آکادمی میپذیرند و 3 آکادمی دیگر هم در اروپا و آمریکا بعد از این او رو در هنگامی که 32 سال بیشتر نداشته به عضویت خودشون میپذیرند. فرد ویژه‌ای بوده، انسانی بسیار استثنایی در تاریخ پژوهش در جامعه ایران محسوب میشده و مهمترین جنبه نگاهش به پژوهش این بوده که با اندیشه های خاورشناسان، با اندیشه های کسانی که میخواستن از دریچه چشم اورینتالیستا ایران رو پژوهش بکنن در میفته. اولین کسی است که به قول سعید نفیسی شجاعانه در برابر داوری های خاورشناسان و داوری اونها رو وحی منزل خواندن میسته و میگوید که این داوری ها داوری های قطعی نیست و خطاهای بسیاری در این داوری ها وجود دارد.
دو تا سوال کوچک، یکی اینکه نیم زبان به چه معنی است و دیگر اینکه مشعشعیان چه کسانی بودند؟ زبان و نیم زبان، گویش، بنگویش، اینها واژگانی است که درباره زبان و زبانشناسی به کار رفته می شود. به این معناست که زبان رو به عنوان یک دستگاه کامل زبانی نام می برند و نیم زبان یک صورتی است بیشتر از لهجه. یعنی لهجه اگر سخن گفتن به زبان به طرز رفتار و طرز گویش یک منطقه باشه، نیم زبان در واقع میتوان گفت برداشتی از یک زبان با افزوده هایی در یک منطقه است. یعنی نیم زبان مثلا فرض کنید که فارسی گفته شده در منطقه پیرامون شیراز یا فارسی اطراف نطنز و یزد با فارسی تهرانی نه تنها از نقطه نظر لهجه متفاوت است، بلکه نیم زبان محسوب می شود. چون ما در ایران با زبانهای بسیاری روبرو هستیم، برخلاف بسیاری از حرفایی که امروز می زنند که گویا ایران 5-6 تا زبان بیشتر ندارد و قمسازی می کنند، ایران سرزمین نزدیک به 900 زبان و نیم زبان و گویش است و زبانهایی در ایران وجود دارد که این زبانها از نظر ساختاری با زبان فارسی کاملا متفاوت هستند. حتی در مناطق بسیار کوچکی از ایران مانند سمنان، مانند شهمیرزادی، زبانهایی بسیار محدودی که در نقاطی سوسنگردی، اینها زبانهایی است که زبانهای محلی محسوب نمی شوند، بلکه دستگاه زبانی ویژه خودشون رو دارند، یا تبری که زبان تپوری یا زبانی است که نیمایشی به اون شعر سروده، اینا دستگاه زبانی ویژه هستند. نیم زبان زبانهایی هستند که در کنار این زبانهای اصلی در واقع میتوان گفت که یک واژگان افزوده‌ای یا کمتری بر اون زبان داشتن. به این معنا اون رو من نیم زبان میگویم. مشعشعیان یک گروهی بودند از شیعیان زیدی که در خوزستان در دوره چیره میشوند. بسیار بسیار خشن بودند در دوران فرمان روایی خودشون و فرمان روایی اونها رو اساساً پادشاهی صفوی در ایران پایان میده، ولی هنوز بقایای مشعشعیان در دورانهای بعدی هم در خوزستان به جای مانده بوده و کسروی از زبان کسانی که با تاریخ مشعشعیان آشنا بودند به پیشینه اونها میپردازده. اساسا طوایف عرب تباری بودند که در خوزستان چیرگی داشتند و بسیار باورمند و متعصب به ارزشهای دینی خودشون بودند. بفرمایید درباره جایگاه کسروی در جامعه ایران باز هم مطلبی هست که بگویید، مثلا اینکه در عدلیه چه کرد؟ بله، ببینید کسروی سه دوره کاملا متفاوت رو در زندگیش میتوان برشمرد. دوره نخست در این زندگی 55 ساله کوتاه، دوره نخست که از زادن او آغاز میشود تا 1299، 30 سال نخستین که به او اشاره کردم، دوره بعد که از 1299-1300 به تهران می آید تا 1312 که دوره پژوهش و در این حال دوره درگیری و در عدلی است، و دوره سوم که دوره 1312 پس از انتشار پیمان تا کشته شدن اوست که دورانی است که کسروی از یک پژوهشگر ضمناً به یک مسئله اجتماعی، به یک نظریه پرداز، یک پیرایه‌گر دینی تبدیل می شود که به این حتما خواهم پرداخت. ولی در دوران عدلیه که دوران به هر حال زندگی اوست، کاریست که به هر حال او رو خرج او رو می دهد، چون درآمدی نداشته، ملکی نداشته، از خانواده اشرافی بیرون نمی آمده و تا پایان عمر هم با دشواری های مالی زندگی کرده، در این دوره عدلیه او یکی از پاکترین، یکی از شریفترین قضات عدلیه، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌هایی است که با گرفتاری‌های بسیار زیادی روبرو بوده. یکی از به نظر من در تمام نوشته‌های کسروی که بنگریم، یکی از زیباترین آثار قلمی او که جمله کوتاهی هم بیش نیست، این کاری است که در سال 1306
1307 با داور کرده. ببینید داور در اون دوران یکی از سه شخصیت اصلی ایران در کنار رضا شاه است، یعنی او و تیمورتاش و فرزند فرمان فرما میتوان گفت مقتدرترین شخصیت های جامعه ایران محسوب میشوند. و داور با در اختیار داشتن ادویه جدید و فردی که به هر حال یکی از برجسته ترین شخصیت های مدرنیته ایران محسوب میشود در اون دوران، اقتدار مطلق داشته. در هنگامی که کسروی در خوزستان بوده و او رو میخواستند به خراسان بفرستند، کسروی مخالفت میکنه، چون کارش در خوزستان با مقاومت کسانی که رشوه میگرفتن، قدرت داشتن، امکانات داشتن روبرو میشود و تلگرافی میآید، چون گفته بود و تهدید کرده بود که من میخواهم بلافاصله به تهران حرکت کنم و با دادگستری در باب کاری که بر من واگذار شده گفتگو کنم. تلگرافی آمده است از وزارت دادگستری داور، نه هر دادگستری، داوری که در کنار تیمورتاش گوش پادشاه مملکت رضا شاه در اختیار اوست، که تلگراف اینگونه آغاز می شود که وزارت جلیله عدلیه بی اجازه حرکت نکنید. این رو به کسروی می فرستند. پاسخ کسروی در این تلگراف که آخرین تلگراف اوست، یعنی پنجمین تلگراف رد و بدل شده میان او و دادگستری است، پاسخ کسروی این است: وزارت جلیله عدلیه بی اجازه حرکت کردم. بیان شخصیت شورشگر و غیر قابل نفوذ و غیر قابل تسلیم اوست، یعنی انسانی است که نه تنها در حوزه پژوهشگری تسلیم کسی نمی شود، در زندگی اجتماعی هم تسلیم کسی نمی شود. ای کاش در جامعه ما هزاران تن مانند او چنین نوع تلگرافی رو به قدرتمندان می نوشتند. ببینید این بیان یک درجه ای از شورشگری، یک درجه ای از متانت، یک درجه ای از عدم تسلیم در برابر فساد است که ما وقتی سالهای پس از اون این نشان رو در این نمونه رو در یک پژوهشگر دیگری فریدون آدمیت میبینیم که متن استعفای او از وزارت، از سفارت یک خط بیشتر نیست، استعفا دادم. یعنی اینها آدمهایی هستند که دلیلی برای توجیه رفتار خودشون نمیبینند، سر در برابر زور فرود نمیآورند و اینها انسانهای بسیار استثنایی در تاریخ مملکت ما هستند، با کمال تأسف، یعنی انسانهایی که خریدنی و فروختنی نیستند. و کسروی یکی از این انسانهاست که با این تفاوت که تنها یک شخصیت مصلح اجتماعی در پایان دوره دوم زندگیش نیست، یک پژوهشگر بی نظیر در تاریخ مملکت ما محسوب می شود. آقای امینی، درسته که کسروی در سالهای پایانی زندگیش به گونه‌ای به دینسازی پرداخت، بزن میخواستم اشاره هم بکنین به رابطه کتاب شیعیگریش با کتاب اسرار هزار ساله. کسروی به نظر می آید که در دوران پس از باز شدن جامعه، پس از شهریور 20 که جنبش گسترده سیاسی در ایران آغاز شد و فضای سیاسی ایران، سپهر به اصطلاح جامعه ایران به سیاست تبدیل شد، یتیم ماند. یعنی او کسی بود که گمان میکرد با روشنگری و بیداری و روشنفکری باید به گرفتاری های جامعه پرداخت و جامعه سیاسی ایران شتابان اون رو، شخصیت او رو کنار گذاشت و از او گذشت. و در این دوران است که بزرگترین کجروی ها، بزرگترین خطاها در زندگی کسروی صورت می گیرد. این دوران است که کسروی در می افتد برای اینکه نشان بدهد که کار او گسترده تر از صرفا یک پژوهش است، به نقد به ارزش هایی که در جامعه وجود داشته. این کار رو در دو سوی انجام میداد، یکی نوشتن کتاب شیعیگری و بعد از اون برای اینکه نشان بدهد که تنها با شیعیگری نیست که در افتاده، بلکه با صوفیگری و بهائیگری هم در افتاده، دو کتاب صوفیگری و بهائیگری رو می‌نویسه که به نظر من از نقطه نظر پژوهشی هم کتاب صوفیگری و هم کتاب بهائیگری از بی پا
پایه ترین کارهای پژوهشی اوست، یعنی در کنار کارهای اقتصادی که کرده، چون آگاه نبوده به مسائل اقتصادی، که به نظر می آید که کارهای نادرستی انجام داده، نادرست نه به معنای اینکه ضرر به جامعه زده، ولی کارهایی که از نظر پژوهشی و راه ارزشی نیست. کار کتاب او در مورد شیگری ضعیف است ولی به هر حال دارای منطقی درش هست. کار صوفیگری او ناتوان است، منطق او بسیار ضعیف است. کار بهایگری او کار میتوان گفت که کوششی است برای اینکه نشان بدهد که من که با شیگری در افتادم با بهایگری هم در میافتم، ولی دارای ارزش پژوهشی اونقدر نیست و گرفتاری هایی در خودش داره. اما اون چه که اشاره کردید، اسرار هزار ساله، در اون دوره‌ای که بعد از 1312 که اشاره کردم، یعنی در دوره سوم زندگی کسروی، دوره‌ای که او مجله پیمان رو منتشر میکنه، در ایران یک کارزار گسترده انتقاد به ارزش‌های خرافی دینی آغاز شده بوده. شریعت سنگلجی، بزرگترین مجتهد تهران، یکی از برجسته‌ترین نمایندگان اون بوده و کسان دیگری همین کار رو دنبال میکردن. فردی در قم که فرزند یکی از روحانیون برجسته قم بوده با نام حکمی زاده، او در واقع علی اکبر حکمی زاده که از خانواده روحانی برخواسته بوده، رخت روحانی مانند کسروی در برتن داشته پیش از اینکه کسروی رخت روحانی رو کنار بگذاره، او در واقع مجله‌ای رو منتشر میکنه به نام همایون که اولین مجله اصلاحی دینی قم هستش، که این مجله همایون از جمله تاریخ حوزه علمی قم رو مینویسه و کسروی با این مجله کار میکرده، همکاری میکرده. خیلی از روحانیون دوره بعدی هم از جمله روحانیونی که هنوز زنده هستند با این مجله کار میکردن. این آقای حکمی زاده فرزند یکی از روحانیون برجسته قم هست که وقتی که آقای حائری پایه‌گذار حوزه علمی قم به قم می آید از عراق، به خانه او وارد می شود، یعنی چنین نقشی رو داشته. او تاریخ حوزه علمی قم رو هم نوشته. این آقای حکمی زاده به تدریج ضد خرافات و ضد برداشت‌های چیره می شود و در سال 1323 کتابی می نویسد به نام اسرار هزار ساله، که این کتاب رو انتشارات پرچم به عنوان زمینه پرچم، پیوند با پرچم که به جای پیمان در می آمده منتشر می کند. پس کسروی این کتاب رو ننوشته؟ به هیچ وجه. و این کتابی است که سالیانی پس از اون نام آیت الله خمینی رو بر سر زبان ها میراند، چون در همون زمانی که این کتاب بیرون میآید دو نفر به این کتاب نقد میکنند. یکی خالصی زاده است که نقد بسیار محترمانه به این کتاب میکنه، در واقع میتوان گفت سه نفر، چون آقای شریعتی پدر علی شریعتی که در خراسان بوده، او هم میگوید که هم حکمی زاده هم کسروی انتقادهای درستی به کار ما دارند و حرفای اونها رو باید شنید، چون با خرافات مخالف بودند. ولی به هر حال حکمی زاده در این کتاب به خرافات در میفته. خالصی زاده که پدرش خالصی یکی از روحانیون برجسته عراق محسوب میشده، نه عراق ایران، عراق امروز محسوب میشده، او در واقع نقد دوستانه‌ای مینویسه به این کتاب. و کس دیگری که کتابی علیه این نوشته منتشر می کند و گمان می کرده که این کتاب رو کسروی نوشته، در اون زمان فردی بوده به نام حاج آقا روح الله موسوی هندی که همین آیت الله خمینی بعدی است، که خانواده اینها اصلا نام فامیل نداشتن، به نام هندی معروف بودند. آیت الله پسندیده، آقای هندی و آقای خمینی، سه برادری که به این نام شهرت داشتند. کتابی می نویسه به نام کشف الاسرار در پاسخ به اسرار هزار ساله. و جالب توجه است که در جمهوری اسلامی که هر روایت نویسی، هر حدیثگویی کتابش صد بار چاپ می شود، اولین کتاب آیت الله خمینی که کشف الاسرار است هنوز در دوران جمهوری اسلامی چاپ نشده. چرا؟ چون در این کتاب از پادشاهان تعریف میکنه، از پادشاهان مسلمان شوک گذاری میکنه و حرفهایی میزنه که در فضای فرهنگی امروز ایران یا بعد از انقلاب
مورد پذیرش نبوده، ولی گمان او بوده که این کتاب رو در برابر کسروی داره می‌نویسه، چون از این تبریزی بی سواد یاد میکنه و تصور میکنه که چون این کتاب در کنار، یعنی کتاب اسرار هزار ساله در کنار پرچم در آمده است به عنوان زمینه پرچم، پس حتما کار کسروی بوده، چون حکمی‌زاده به تدریج طرز قلم کسروی رو هم پذیرفته بوده. شیگری کتابی است که کسروی می‌نویسه و جالب است که تا چاپ دوم و سومش کسی پرخاش بسیار جدی به اون نمی‌کنه، یعنی اگر قرار بود که فتوایی در کار باشد باید در ایران هم کسانی می‌آمدند و فتوا علیه این کتاب می‌دادند. کسروی در این کتاب می‌گوید که من مسلمانم، مسلمان واقعی منم، من خداپرستم. اصلا کسروی خداپرست بوده، گمان می‌کرده که اسلام رو او نمایندگی می‌کنه و شیعیگری رو به عنوان یک بدعتی می‌دانسته که به نقد او می‌پردازد. او هم تنها نیست، بنابراین کار کسروی و کار حکمی‌زاده اصلا با هم یکی نیستند و پاسخی هم به کار کسروی داده نشده و تنها ایرادی که به کار کسروی گرفتند که به این دلیل او رو محدور و دم کردن این بود که در کتاب خودش وقتی به امام صادق امام ششم اشاره می کند او رو امام نمی داند، او رو با نام عربی خودش یعنی جعفر فرزند غیره و خیره میخواند و میگوید که او کار شگرفی نکرده است و او کسی بوده که تناسایی رو در میان مسلمانان رواج داده. یعنی با این دلیل چون امام جعفر صادق فقه جعفری رو بنیان گذارده و فقه جعفری به نام اوست، میگویند که او توهین کرده به امام جعفر صادق و محدور و دم میباشد، که البته کسروی انسانی است که از نقطه نظر دانش بر قرآن رو حفظ بوده، خیلی بیشتر از منتقدان به خودش از دین آگاهی می داشته. آقای امینی، در میان بسیاری از ایرانیان اهل ادب کسروی به کتابسوزان و همچنین دشمنی با شعر و عرفان شهرت پیدا کرده و به همین دلیل هم خیلی ها با او گرفتاری داشتن. درسته، کاملا درسته. ببینید کسروی یک انسان ویژه است، یعنی انسانی است که پرخاش میکنه به فرهنگ چیره در زمان خودش و خیلی ها او رو نمیپذیرند، همونجور که صادق هدایت رو نمیپذیرند، با این تفاوت که کسروی با دانش بسیار گسترده‌ای به نقد به تاریخ میپردازه. کسروی کسی است که نام دکترا یا نام درس خواندن در یک مدرسه اروپایی رو به دنبال خودش، به دنبال نام خودش یدک نمی کشیده. با کمال شوربختی باید گفت که بسیاری از پژوهشگران همزمان خودش، از ادیبان همزمان خودش او رو تحویل نمی گرفتن. وقتی فرهنگستان ایران ایجاد می شود، فردی مانند کسروی که یکی از برجسته ترین شخصیت های توانا در حوزه زبان در ایران بوده، او رو به بازی نمی گیرند و او به پرخاش با فرنگستان برمیخیزه و بسیار از واژگانی رو فرنگستان می سازه به نقد می کشه. می توان گفت که نقد او در برابر عرفان و صوفیگری از نقطه نظر نقد به بیباوری به این که باید در برابر ظلم کاری کرد نقطه آغازین درستی داشته، ولی او به افراد می رود. مانند هر انسان بسیار پیشرفته و نابغه‌ای به جای اینکه در یک حوزه واقع گرایانه متوقف بشود به افراد می رود و می آید و درگیر می شود با اون ارزش‌هایی در فرهنگ جامعه ما که با ما در هم تنیده، یعنی با شعر فارسی، با عرفان، با تصوف، در زمینه‌هایی در می‌افتد که می‌توان گفت که ناشی از ناآگاهی او به تاریخ عرفان و تصوف و اندیشه ایرانی است. مثلا با حافظ در می‌افته، کتابی می‌نویسه که حافظ چه می‌گوید و با مولانا در میفته بدون اینکه متوجه باشه که مولانا چه میگویه، و با شوربختی بسیار باید گفت که او اندیشه های خرافی صوفیان رو با ارزش های بسیار پیشروی خردگرانهی که در میانه عارفان ایرانی بوده در هم میامیزه و به مجنون ها میپردازه و اشتباه میکنه در این زمینه و میپردازه به پرخاش به
شعر فارسی و میگوید شعر تناسایی است. البته این کاری است که کسروی آغازگر اون نبوده. اگر شما برگردید تاریخ مدرنیته اروپا، پیرایشگران انگلستان با شعر در تضاد بودند. در فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه کسانی میخواستند که شعر رو نه تنها غیر قانونی بکنند، هر کسی رو که شعر میگوید اعدام بکنند. یعنی میگفتن شاعران رو باید اعدام کرد، اصلا شعر کفر است و نادرست است و ضد مدرنیته میباشد و باید شعرها رو گرفت و در یه صندوقخانه‌ای گذاشت و قفل کرد اونها رو. این فضایی است که به هر حال در دوران مدرنیته شکل گرفته بوده و خیلی ها با اندیشه های شعر و شاعری و تصوف و عرفان و مقولاتی از این قبیل دشمنی داشتند. کسروی این رو به اوج میرساند و با اون کاری که در کتاب سوزان میکند به نظر من خطایی رو انجام میدهد که به هیچ وجه نمیتوان اون رو بخشود. یعنی کسروی دانش آموخته، کسروی پژوهشگر، کسروی خردگرا، کسروی که خردگرایی رو به سطح مطلق رسانده بوده، وقتی به سطح کتاب سوزان میرسد خودش رو به سطح یک گفتمان عادی بازاری پایین میآورد و کاری رو انجام میدهد که هیچ انسانی نباید انجام بدهد. یعنی کتاب سوزان، یعنی به قول بیهقی که میگوید که هیچ کتابی نیست که یک بار خواندن نیرزد، کسروی میگوید خیر، کتاب هایی که به یک بار خواندن هم نمیارزد. و این از نقطه نظر انسانی که پژوهشگر است خطای غیر قابل بخشودن است. ولی کسروی عقابی است که گاه به سطح کلاغ‌ها پرواز می‌کند. ولی جایگاه کسروی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران محسوب می‌شود و کشتن او گناهی نابخشودنی است و سکوت جامعه ایران در برابر کشتن او در اون زمان سکوتی نابخشودنی تر بهتر است بگویم. آقای امینی، بعد از کشته شدن کسروی واکنشی هم از سوی روشنفکران سکولار اون زمان، هواداران تسامح و بردباری نسبت به اون انجام میشه، صورت میگیره؟ به هیچ وجه. این یکی از برگهای بسیار دردناک تاریخ ایران است که بر نمیگردد تنها به موضوع کسروی، بر میگردد به سکوت جامعه ایران در برابر پس گرفتن سنگرهای فتح شده سکولاریسم، تجدد، نواندیشی و خرد در جامعه ایران. یعنی در اون فضای به اصطلاح رضا شاه ستیزی که در ایران ایجاد شده بود، که حالا به هر حال به خودکامگی رضا شاه انتقاد داشتن، ولی فرهنگ رضا شاه ستیزی که در ایران ایجاد شده بود که تر خوش و جامعه با هم میسوزان و گمان میکرد که هر نقدی به اون دوره درست است، کسروی یکی از نخستین قربانیان بود و دیگری حجاب بود، دیگری تجاوز حوزه دینی به حوزه دانش و حوزه آموزش بود که گمان می شد که اینها تمام شده. و در اون دوران اگر برگردید به تاریخ نگاه کنید میبینید که وقتی کسروی رو در اسفند 1324 کشتند، صدایی از کسی بر نیامد. یعنی هیچ واکنشی از جامعه روشنفکر ایران نه تنها برنخواست. آقای هجیر، وزیر درس خوانده اروپا دیده کابینه قوام السلطنه، در اون زمانی که سه وزیر توده‌ای هم در کابینه قوام السلطنه بودند، به اعتبار خاطرات اسکندری گفته است که آقای کسروی محدور الدم بودند و کشتن انسان محدور الدم جنایت محسوب نمی شود و خواسته است از قوام السلطنه که کشندگان را آزاد کنند، از جمله برادران امامی رو، و بالاخره در این کار موفق می شود. و شگفتا از دست روزگار که یکی از این برادران امامی سالیانی پس از آن که اتهام زدن به همین هجیری که گفته بود کسروی محدور الدم است، به این بهانه که هجیر مسیحی شده است و هجیر فاسد است و هجیر غیره و غیره شده است، هجیر رو یکی از همین برادران امامی کشت. یعنی فضای جامعه ایران متاسفانه فضای تمکین در برابر فروپاشی ارزش‌های به وجود آمده سکولار و فضای تمکین در برابر هجوم ارزش‌های رادیکال دینی در اون زمان بود. حتی ساختار روحانی اون زمان هم با این کارها
پیوند نداشت، یعنی تشکیلات اصلی دینی که در پیرامون آقای بروجردی بود با کارهای فدایان اسلام هماهنگی نداشت، ولی فضای سیاسی ایران به این نوع اندیشه ها، به این نوع کارها میدان داد و باعث شد که کشتن کسروی با چنان سکوتی در میان جامعه روشنفکری ایران روبرو بشود که حزب توده‌ای که خودش رو سمبل آزادی، سمبل سکولاریسم می‌دانست، چند خط بیشتر درباره او ننوشت و 6 ماه بعد از کشتن کسروی نخستین کنگره نویسندگان ایران که بیشینه اعضای اون آدم‌های ترقی‌خواه، روشنفکر، سوسیال دموکرات، چپی و توده‌ای بودند، حتی 1 دقیقه سکوت برای مردی که دست کم نویسنده بود، دست کم پژوهشگر بود، یکی از بزرگترین پژوهشگران تاریخ ایران در اون دوران محسوب میشد، ندادند. بنابراین در پاسخ به شما باید بگویم که خیر، شوربختا که جامعه ایران در برابر این رفتار آدم کشانه سکوت کرد. و اگر 2-3 دقیقه وقت داشته باشم، نوشته ای رو از سعید نفیسی برای شما خواهم خواند، اگر فرصتی باشد که بفهمید. بله، 10 سال پس از اون، مردی که به هر حال از شمار کسانی بوده است که از گزند قلم کسروی بی بهره نبوده، چون کسروی هیچ حجب و حیایی در نقد به مخالفان و به نویسندگان و پژوهشگران آن زمان خودش نمی داشت، بارها به همین سعید نفیسی هم پرداخته بود. ولی سعید نفیسی در 10 سال 1334 پس از کشته شدن کسروی، که به هر حال امکانی پیدا کرده بعد از اعدام فدایان اسلام، شجاع شده درباره کسروی، می نویسد که کسروی نخستین کسی بود که با همان بیباکی، یعنی درباره ادبیات، به خاورشناسان پرداخت. آنچرا که خاورشناسان گفته بود که آنچرا که خاورشناسان گفته بودند وحی منزل نیست، کسی جرأت نمی کرد در گفته ایشان غور بکند، حتی یارای آن را نداشتند. آنچه را که ایشان از کتاب‌های ما درآورده بودند با اصل مطابقه کنند و ببینند آیا درست فهمیدند و درست ترجمه کردند یا نه. کسروی نخستین کسی بود که با همان بیباکی و بیپروایی که در طبیعت او بود، این پرده را درید و نخستین بانگ را برآورد. من از سر درس خود در دانشگاه ادبیات بیرون می‌آمدم که در باغ دانشسرای عالی خبر کشته شدن وی را در دادگستری به من دادند. جهان پیش چشمم تیره شد. واقعی ناگوارتر از این به یاد ندارم. مردی را در جایی که همه، حتی جانی آدم کش باید در آن امان داشته باشند، در پای میز بازپرس با جوانی که همراه او بود، همراه وی آمده بود، حدادپور منظورش است، منشی او، کشته بودند. زشت‌تر از این در جهان کاری ممکن نبود. آن هم چه مردی، دانشمندی به تمام معنای این کلمه. اگر هم خطایی کرده و نادرستی گفته بود، پاسخ او کشتن نبود، میبایست با او بحث کنند، هرچند مجاب کردن او کار هر کسی نبود. کاری که با او کردند زشت‌تر از کاری بود که با سقراط و حسین ابن منصور حلاج و دیگران که در راه عقیدهشان کشته شدند کردند، زیرا که در آن زمانها دیگر به قانون دادگستری آن همه که امروز می نازند نمی نازیدند. اینکان مرد نیست، اما کارهای او در میان ما هست. در برابر لغزش‌هایی که داشته است، آثار جاودانی از او مانده. لغزش ها و خطاهای او را به کارهای سودمندش می بخشیم و او را بزرگ می دانیم. این از قلم کسی است، از خامه کسی است که هوادار کسروی نبوده. به نظر من جامعه ایران در از دست دادن کسروی یک گوهر گرانبها را از دست داد، با همه خطاها، با همه کارهای نادرستی که در حوزه اندیشه او کرده بود، گوهر گرانبهایی در حوزه پژوهش در تاریخ ایران بود که متاسفانه رفتار خونریزانه فدایان اسلام و کسانی که رهبر کنونی انقلاب اسلامی با افتخار میگوید که او در محضر اونها سیاسی شده است، البته دروغ، چون
ایشان در 1318 به دنیا آمدند و نواب صفوی در 1324 به خراسان رفتند و ایشان 6 سال بیشتر نمی داشتند. چگونه در 6 سالگی ایشان، یعنی خامنه ای؟ بله، آقای خامنه ای میگویند که بله ایشان در اون دوره از حضور نواب صفوی به راستی یک باره متحول شده و به سیاست روی آوردند، ولی در همون تارنمایی که این حرف رو میزنند فراموش میکنند که در بالای آن تارنما گفته است که ایشان در 1318 به دنیا آمدند و چگونه در 6 سالگی، در اون سالی که یا 7 سالگی به یک بار بیدار شدند از حضور نواب صفوی در خراسان. اینها از دروغ هایی است که به هر حال میپردازند و شخصیتی مانند کسروی رو به جای اینکه ازش اسطوره بسازند و پیکره بسازند به عنوان فردی که لایق کشتن بوده است، مانند رفتاری که امروز در جامعه میکنند یاد میکنند و شوربختا که انسان های مانند کسروی قربانیان کژاندیشی و قربانیان دشمنی با آزادی اندیشه و پژوهش و نگرش راستین و به هر حال آزاد به تاریخ هستند. حسن آقای امینی، خیلی ممنون از شما. سپاسگزار مهر شما هستم.